سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان کنکوری عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سعید زاهدی هستم، دستیار استاد لطفی. قصد داریم که تو این ویدیو آزمون 5 آذر 1400 درس شیمی 12 رو با همدیگه تحلیل کنیم. خب بریم استارت بزنیم کارمون رو. اولین سوال شیمی 12 سوال 221 بود، سوالی بودی که از متن کتاب درسی طرح شده. خب بریم یکی یکی گزینه ها رو بررسی کنیم. گزینه یک گفته باتری یکی از فرآورده های مهم صنعتی. تا اینجا که عبارت کاملا درسته، بعدش ببینیم چی شده. گفته باتری یکی از فرآورده های مهم صنعتیه، گفته که در محل مورد نیاز با انجام واکنش های هسته ای الکتریسیته درست میکنه، که اینجاش غلط میشه. ما میدونیم که باتری هامون بر اساس واکنش های شیمیایی ان که الکتریسیته ایجاد میکنن، نه واکنش های هسته ای. پس این بخشش غلط میشه. پس در کل گزینه یکمون غلطه. سوال هم همین اول گفت چی گفته؟ گفته بود که کدوم گزینه نادرسته، که ما یعنی جواب یه جورایی میشه بگیم با اولین گزینه به دست آوردیم. ولی حالا بقیه گزینه ها رو هم بریم با همدیگه تحلیلش رو داشته باشیم. گزینه دو چی گفته؟ گفته تهیه سوخت های غیر فسیلی به واسطه الکتروشیمی میتواند در مسیر پیشبرد اهداف توسعه پایدار باشه، که کاملا درسته. یکی از سوخت هایی که ما مصرف میکردیم تو سلول های الکتریکی اون سلول هیدروژنی چی بود؟ گاز هیدروژن بود دیگه، درسته. این گاز هیدروژن رو ما چجوری به دست می آوردیم؟ این گاز هیدروژن رو ما با استفاده از آب کافته آب به دست می آوردیم. پس الکتروشیمی میتونه توی به دست آوردن سوخت های غیر فسیلی به ما کمک کنه. پس گزینه دو درست شد. گزینه سه چی گفته؟ گفته تامین انرژی یکی از ارکان اساسی کاربرد الکتروشیمی در زندگی بشری است، که کاملا هم درسته. بخش سلولای گالوانی رو که شما میخونید، یعنی چی؟ سلولای گالوانی یا همون باتریایی که شما میخونید بخشی از الکتروشیمیه دیگه، درسته. چه سلولای گالوانی و باتری چه اتفاقی میفته؟ انرژی برامون تامین میشه دیگه. پس گزینه سه کاملا درسته. گزینه 4 چی گفته؟ گفته استخراج برخی فلزات با ارزش از آب دریاها با روش‌های الکتروشیمی موثر می‌شود، که کاملاً درسته. البته اینو جلوتر به طور کامل می‌خونید و حتی واکنش‌هاش هم مشاهده می‌کنید. ولی تو همینجا باید یاد داشته باشین که این گزینه 4 هم درسته. پس سوال 221 که گفته کدوم گزینه نادرسته، جواب ما میشد گزینه 1. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 222 ببینیم چی گفته. گفته در واکنش های زیر پس از موازنه نسبت بیشترین مول الکترون مبادله شده به کمترین آن کدام بوده و بزرگترین ضریب گونه اکسنده مربوط به کدوم گونه؟ خب اول از همه ما باید بیایم چیکار کنیم؟ پس اول از همه باید بیایم ما معادلمون رو موازنه کنیم دیگه، درسته. خب واکنش ها رو یه نگاه بندازیم. واکنش ها چی بودن؟ واکنش هایی بودن که توشون بار الکتریکی مطرح شده. واکنش هایی که توشون بار الکتریکی مطرح شده بودن، یکی از بهترین روش های موازنه شون چی بود؟ اول از همه که باید بدونیم که اینا بر اساس دو تا ویژگی باید تو وقتی که موازنه میشن توشون رعایت بشه. ویژگی اول چیه؟ ویژگی اول اینه که جرم واکنش دهنده هامون با جرم فراورده هامون در انتها باید برابر باشه، که اینو سال قبل هم بهش توجه داشتیم. ولی از الان باید یه ویژه دیگه هم برای معادلهای موازنه شده در نظر بگیریم، اینه که جمع جبری بار الکتریکی سمت فراورده و واکنش دهنده ها باید با همدیگه برابر باشه. خب این از توضیح اولیه. حالا روش حل این گونه از موازنه ها چه شکلی بود؟ ما میومدیم گونه اکسنده و کاهنده رو پیدا میکردیم، میدیدیم که چند واحد تغییر عدد اکسایش داشته. تغییر عدد اکسایش گونه کاهنده رو نسبت میدادیم به اکسنده و تغییر عدد اکسایش گونه اکسنده رو نسبت میدادیم به کاهنده. خب بریم داخل تست اینا رو حل کنیم. داخل تست حل بشه فکر میکنم که بهتر متوجه بشیم. خب الان واکنش الف رو نگاه کنید. فلز آلومینیوم با یون سیو دوباره مساعد واکنش داده. چی شده؟ آلومینیوم سه بار مساعد با فلز مس آزاد شده. خب عدد اکسایش آلومینیوم اینجا چند بوده؟ آلومینیوم عدد اکسایش اول از همه صفر بوده دیگه، چرا؟ چون به حالت آزاد عنصری وجود داشته. بعد از اینکه این واکنش انجام شده، آلومینیوم تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به آلومینیوم سه بار مثبت. خب یعنی عدد اکسایشش از صفر رسیده به سه. خب یعنی چی؟ وقتی که از صفر رسیده به سه، یعنی سه واحد اکسایش پیدا کرده. پس گونه آلومینیوم میشه گونه کاهنده. حالا ما به اسم گونهش اینجا کار نداریم، ولی حالا یادداشت میکنیم اسمش شد کاهنده. سیو دوباره مثبت چه اتفاقی براش افتاد؟ سیو دوباره مثبت بعد از اینکه واکنش انجام شد تبدیل شد به فلز مس. خب چه اتفاقی براش افتاد؟ سیو دوباره مثبت شد، سیو فلز مس شد، یعنی عدد اکسایشش دو واحد کاهش پیدا کرد. وقتی عدد اکسایش دو واحد کاهش پیدا کنه، یعنی خود مس هم سیو دوباره مثبت، یعنی سیو دوباره مثبت هم کاهش پیدا کرده. خب تغییر عدد اکسایش این چند میشه؟ از دو رسیده به صفر. خب گفتیم که نسبت ها رو برعکس میکنیم دیگه. الان تغییر عدد اکسایش مس دو واحد بوده، میدیم ضریب آلومینیوم. تغییر عدد اکسایش آلومینیوم سه واحد بوده، میدیم ضریب مس. یعنی سه واحد الان می‌ذاریم ضریب سیو دوباره مثبت. خب الان واکنش ما یه جورایی میشه ببینیم که براشون فقط دو تا عدد به دست آوردیم. حالا بریم سراغ معادله واکنش کلیمون که بخوایم موازنه کنیم. توی واکنش دهنده ما اینجا چند تا آلومینیوم داریم؟ دو تا. پس توی فراورده ها هم باید دو تا آلومینیوم وجود داشته باشه. پس ضریب آلومینیوم سه بار مثبت میشه دو. خب بعد
سی او اینجا چند تا داریم؟ سه تا سی او دوباره مثبت داریم. توی فرآورده ها هم باید سه تا سی او داشته باشیم دیگه. پس ضریب سی او هم اینجا میشه 3. خب الان واکنش رو نگاه کنید. دو تا آلومینیوم اینجا داریم. دو تا آلومینیوم هم تو فرآورده ها داریم. سه تا سی او دوباره مثبت داخل واکنش دهنده ها داریم. سه تا سی او هم داخل چی داریم؟ فرآورده ها. یعنی از لحاظ جر پایستگی برقراره توش. خب ولی حالا ببینیم آیا از لحاظ بار هم پایستگی برقراره یا نه. اینجا جمع بارهای الکتریکی چند میشه؟ سه تا دوباره مثبت داریم که در کل میشه مثبت 6. خب بعد توی فرآورده ها چی داریم؟ دو تا آلومینیوم سه بار مثبت داریم که در کل با اینا هم با همدیگه میشن مثبت 6. یعنی این واکنش ما هم از لحاظ جرم هم از لحاظ بار الکتریکی الان موازنه شده است. خب حالا ذرایب من فقط نگه دارم بقیه‌اش یارو پاک کنم. بریم سراغ واکنش بعدیمون. سی یو دوباره مثبت با ام ان. خب الان چه اتفاقی اونجا افتاده؟ سی یو دوباره مثبتمون دو تا الکترون گرفته تبدیل شده به فلز مس. منگنز چه اتفاقی براش افتاده؟ منگنز اکسایش پیدا کرده. منگنز فلز خود منگنز که عدد اکسایش صفره تبدیل شده به منگنز دوباره مثبت. خب تغییر عدد اکسایش مس چند بوده؟ از 2 رسیده به 0. منگنز از 0 رسیده به 2. یعنی تغییراشون یکیه. خب هر کدومشون دو واحده. یعنی الان اینجا باید چکار کنیم؟ ضریب مس رو باید بدیم در اصل 2، ضریب منگنز هم بدیم 2 دیگه. خب الان اینجا جفتشون 2ه. ما میدونیم که یه معادله رو اگه بخوایم موازنه کنیم ضریباشون باید چی باشه؟ ضریباشون باید کوچکترین عدد طبیعی باشه. کوچکترین عدد طبیعی باشه چی میشه ازش فهمید؟ اینه که اولا نباید کسری باشه. چون اگه کسری بشه دیگه عددمون طبیعی نیست. بعد کوچکترین منظورش چیه وقتی میگه کوچکترین عدد طبیعی باشه؟ وقتی میگه کوچکترین عدد طبیعی باشه منظورش اینه که اگه به عدد خاصی همه ضرایب ساده میشن بهتره که ساده کنیم. یه بهتر که نه، اول کار الان اینجا همشون به 2 ساده میشن. پس بهتره همین اول کار هر تا رو به 2 تقسیم کنیم. یعنی من اینجا به جای 2 چی میذارم براشون؟ به جای 2 اینجا 1 میذارم. خب پس من این 2 رو هم پاک میکنم با تغییر عددهای اکسایش و موازنه نهایی رو انجام میدیم الان. خب گفتیم که سی یو میتونیم 1 بذاریم تقسیم بر 2 میکنیم. همین اول کار هر دو تقسیم بر 2 انجام میدیم. خب یه دونه سی یو دوباره مثبت داریم سمت واکنش دهنده. فرآورده هامون باید چی داشته باشیم؟ فرآورده هامون باید یه دونه سی یو داشته باشیم. بعد ضریب سی یو اس میشه 1، منگنز هم به تبع ضریبش میاد 1. خب این از واکنش دوم. واکنش سوم دیگه فکر کنم دیگه الان کامل متوجه شدید که چجوری موازنه ها رو انجام میدیم. خب زد ان اون عدد اکسایش چند بوده؟ اول از همه 0 بوده، به حالت آزاد عنصری وجود داشته. بعدش تبدیل شده به چند؟ تبدیل شده به زد ان دوباره مثبت. عدد اکسایشش از 0 رسیده به 2. دو واحد اکسایش پیدا کرده. این دو واحد اکسایش پیدا کرده رو میدونیم ضریب چی؟ میدونیم ضریب وانادیوم سه بار مثبت. خب حالا وانادیوم سه بار مثبتمون تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به وانادیوم دوباره مثبت. چند واحد تغییر داشته؟ یه واحد. این یه واحد تغییر رو میدادیم ضریب زد ان. خب الان ضریب زد ان مون هم شد 1. حالا بریم از لحاظ جرم هم چیکار کنیم؟ معادلمون رو موازنه کنیم. یه دونه زد ان داشتیم سمت واکنش دهنده و فرآورده ها هم یه دونه زد ان داریم، درسته؟ دو تا وانادیوم داشتیم واکنش دهنده و فرآورده ها هم دو تا وانادیوم باید داشته باشه. خب حالا واکنشمون از لحاظ جرم موازنه شد، از لحاظ بار الکتریکی هم قطعا باید موازنه شده باشه. ولی حالا بریم یه بارم چک کنیم. اینجا دو تا وانادیوم سه بار مثبت داشتیم، در کل چند تا چند بار مثبت داریم؟ 6 بار مثبت داریم. فرآورده ها چی؟ دو تا وانادیوم دوباره مثبت داریم، میشه 2 تا 4 تا. یعنی 4 تا بار مثبت اینجا داریم. یه دوباره مثبت هم برای زد ان، در کل چند میشن؟ در کل میشه 6 بار مثبت. یعنی اینجا واکنش آخرمون هم از لحاظ جرم موازنه شده هم از لحاظ بار الکتریک. پس کاملا درسته. حالا بریم ببینیم سوال از ما چی خواسته بود. گفته تو واکنش های زیر پس از موازنه نسبت بیشترین مول الکترون مبادله شده به کمترین آن کدوم بوده و بزرگترین ضریب به گونه اکسنده مربوط به کدوم گونه؟ خب حالا بریم سراغ مول الکترون مبادله شده. الان 3 تا سی یو دوباره مثبت داشتیم تبدیل شده به 3 تا سی یو. خب یعنی یه دونه سی یوش 2 تا الکترون گرفته. 3 تا چند تا الکترون میگیره؟ 6 مول الکترون. واکنش بعدی چی بوده؟ یه دونه سی یو دوباره مثبت بوده. وقتی که واکنش انجام میشه تبدیل میشه به یه دونه فلز مس. خب چند بار تغییر عدد اکسایش داشتیم؟ 2 واحد. چند تا تعداد مسمون بوده؟ اونم یه دونه بوده فقط دیگه. پس یعنی فقط هم 2 تا الکترون مبادله شده. خب واکنش آخر چی؟ یه دونه زد ان داشتیم تبدیل شده به یه دونه زد ان دوباره مثبت. یعنی پس اینم 2 واحد، یعنی 2 تا الکترون فقط مبادله شده. خب
حالا چی گفته؟ گفته که نسبت بیشترین مول الکترون مبادله شده به کمترین آن کدوم بوده. بیشترین مول الکترون مبادله شده برای واکنش الف بود که 6 مول بود. کمترینش هم برای بوپ هر دو تاشون ثابت و یکسان برابر با 2 بود. خب یعنی 6 دوم بوده نسبتش که برابر میشه با 3. یعنی بخش اول جوابمون باید بشه 3. پس گزینه 1 و 3 جواب ما نمیتونن باشن. خب حالا یه چیز دیگه که از ما خواسته بخش دوم چی گفته؟ گفته بزرگترین ذریب گونه اکسنده مربوط به کدوم گونه. خب اول از همه باید چه کار کنیم؟ باید بیان گونه اکسنده رو پیدا کنیم دیگه. درسته، گونه اکسنده چه گونه بود؟ گونه اکسنده گونه بود که خودش کاهش پیدا میکرد، سبب میشد یه گونه دیگه اکسایش پیدا کنه. الان ما باید بریم یه گونه رو پیدا کنیم که خودش کاهش پیدا کرده. خب الان کدوم گونه بوده که خودش کاهش پیدا کرده؟ الان سی یو دوباره مثبت بوده، تبدیل شده به سی یو، یعنی دو واحد کاهش پیدا کرده. پس ضریب سی یو اینجا شد 3. این ضریب مد نظرمونه. بعدی چی با کاهش پیدا کرده؟ باز این سی یو دوباره مثبت بوده که دوباره کاهش پیدا کرده با ضریب 1. تو واکنش آخر کدوم عنصر بوده که کاهش پیدا کرده؟ وانادیوم 3 بار مثبت بوده. گونه وانادیوم 3 بار مثبت بوده با ضریب 2. خب بیشترین ضریب گونه اکسنده چند بوده؟ برای کدوم بوده؟ برای سی یو دوباره مثبت بوده. پس گزینه 4 هم غلط میشه. پس جواب نهایی سوال 2 هم شد گزینه 2. اینم از سوال 222. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی چی گفته؟ گفته که سوال 223 گفته کدام موارد از عبارت‌های زیر در رابطه با واکنش تیغه‌ای از جنس فلز روی با محلول مس دو سولفات نادرستن. خب واکنش رو بیایم بنویسیم. گفته فلزی از جنس روی با محلول مس دو سولفات. خب واکنش کلی چی میشه؟ واکنش کلی میاد میشه که Zn دوباره مثبت، ببخشید Zn به علاوه محلول مس دو سولفات بوده دیگه، Cu دوباره مثبت به علاوه سی و دوباره مثبت. فراورده چی میشه؟ فراورده که به دست میاد میشه Zn دوباره مثبت به علاوه فلز مس. خب حالا با استفاده از اینا بریم گزینه رو بررسی کنیم که معادله رو حالا نوشتیم. گفته در این واکنش یون Zn دوباره مثبت نقش اکسنده رو دارد. خب اول از همه من یه بار دیگه توضیح بدم اکسنده و کاهنده چی بودن. کاهنده گونه‌ای بود که خودش اکسایش پیدا میکرد، سبب میشد یه گونه دیگه کاهش پیدا کنه. اکسنده گونه‌ای بود که خودش کاهش پیدا میکرد، سبب میشد یه گونه دیگه اکسایش پیدا کنه. خب الان اینجا گونه کاهنده اکسنده چیه؟ سی یو دوباره مثبت دو تا الکترون گرفته توی این واکنش، تبدیل شده به فلز مس. خب یعنی این گونه‌ای که کاهش پیدا کرده اسمش میشه اکسنده. پس به طب Zn اون هم میشه چی؟ Zn اون میشه کاهنده. خب حالا یه سوال، سوال گفت تو عبارت الف چی گفته؟ گفته Zn دوباره مثبته که نقش اکسنده رو داره. خب آیا Zn دوباره مثبت نقش اکسنده اینجا داره یا نه؟ نکته اینجاست، آیا این واکنش اول از همه ما باید ببینیم که اگه برعکس کنیم، یعنی واکنش اصلیمون رو این در نظر بگیریم که Zn دوباره مثبت به علاوه Cu، آیا این واکنش اصلا انجام میشه یا نه؟ قطعا این واکنش انجام نمیشه و اصلا هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه. پس اینکه بگیم اکسنده غلطه. پس گزینه عبارت الف غلط شد. خب عبارت ب چی گفته؟ گفته فراورده های واکنش پایدارتر از واکنش دهنده ها. خب یه سوال دارم، واکنش داره به صورت خود به خودی انجام میشه یا ما داریم مجبور میکنیم واکنش رو انجام بشه؟ واکنش داره به حالت خود به خودی انجام میشه دیگه، درسته؟ واکنش هایی که به حالت خود به خودی انجام بشن فراورده ها پایدارترن. الان اینجا چی گفته؟ گفته فراورده های واکنش پایدارتر از واکنش دهنده ها هستن، که عبارت بعد به درست شد. پس عبارت پیج گفته، گفته با انجام واکنش به تدریج از شدت رنگ آبی محلول کاسته می شود. خب رنگ آبی محلول گفته، اول ببینیم که آیا رنگ محلول آبی است یا نه. نکته اولی که باید بدونید اینه که CU دوباره مثبت تو محلول رنگش آبی رنگه. پس اینجا ما CU دوباره مثبت AQ که داریم پس آبی رنگ هست. این چه گفته آبی رنگ، درسته، فقط همین بخشش. حالا ببینیم کم میشه یا زیاد. گفته این واکنش انجام بشه از شدت آبی رنگی کم میشه یا زیاد میشه؟ خب CU دوباره مثبت داره مصرف میشه دیگه، یعنی غلظتش میاد پایین. وقتی غلظت CU دوباره مثبت کم بشه یعنی آبی رنگ محلولمون هم به تدریج داره کم میشه. پس عبارت P هم درست شد. خب عبارت T گفته، گفته به ازای مبادله 1.204000 ضرب در 10 به توان 23 تا الکترون جرم تیغه روی بنزه 65 گرم کاهش می‌یابد. بعد گفته که رسوبی که تشکیل شده روی تیغه قرار نمی‌گیره. یعنی این تغییر جرمی که فقط داره فقط ناشی از مصرف شدن فلز رویه. خب ما واکنش رو بیایم یه بار دیگه بنویسیم یا هم واکنش بالا هم میشه انجام داد. خب بعد اول از همه بیایم ببینیم مول الکترون مبادله شده رو اینجا الان به دست بیاریم.
توی واکنش شما بیایم اینجا نگاه کنیم، زد ام بوده تبدیل شده به زد ان دوباره مثبت، چند تا زد ان داشتیم یه دونه زد ام بوده دیگه، پس یعنی در کل تو واکنش ما هم چی شده؟ دو مول الکترون مبادله شده. خب ما توی واکنش های اکسایش کاهش گفتیم که خود الکترون رو میایم روی فلش می‌نویسیم و به عنوان یه ماده در نظر می‌گیریمش. خب یعنی عین بقیه مواد که ما براشون ضریب در نظر می‌گرفتیم تو روابط استوکیومتری از روابط کل و جزء می‌رفتیم براشون، اینم همین دقیقاً عبارت‌ها همه چی براش برقراره. خب چیکار می‌کنیم؟ میایم می‌خوایم بر اساس استوکیومتری حلش کنیم دیگه. پس اول از همه میایم چیکار می‌کنیم؟ یه کل براش در نظر می‌گیریم x. خب معلوممون چیه؟ مجهولمون چیه؟ معلوممون تعداد الکترون مبادله شده است که برابر با چند؟ 12^400 ÷ 10^20^2. من چه کار کردم؟ یه واحد اعشار آوردم سمت راست، از توان 10 هم یه دونه کم کردم. خب حالا مجهولمون چیه؟ جرم تیغه روی کاهش پیدا کرده. اگه جرم تیغه روی کاهش پیدا کرده 65 گرم باشه، سوال درسته. حالا بریم بررسی کنیم ببینیم چند گرم زد ام مصرف شده. پس مجهولمون میشه گرم زد ام. خب رابطه گفتیم که از معلوم وارد میشیم، کل رو به دست میاریم، کل به دست اومده رو رابطه مجهولمون میذاریم ببینیم آیا مسئله درسته یا نه. خب بریم سراغ حلش. برای رابطه معلوم الکترون رو بر رابطه مول بنویسیم. پس می‌نویسیم کلمون x ضرب در جزء ضریب الکترون که 2 برابر با ضرب در تعدادش، تعداد الکترون چند بوده، چند در نظر می‌گرفتیم عدد آووگادرو 6^2 ضرب در 10^23. گفته این مقدار برابر شده با چند؟ برابر شده با 12^400 ÷ 10^22. خب حالا کلمون از اینجا چند به دست میاد؟ این 6^2 با این 12^400 ساده میشه، میشه 2. 2ی که اینجا باز به دست اومده با این 2 ساده میشه، یعنی کل ایکسی که اینجا به دست میاد برامون هنوز این 10^20 هم ساده میشه، یعنی 10^22 با 10^23 ساده میشه، یه 10 فقط باقی مونه. چیزی که تو واکنش فقط برامون باقی مونده اینه 10x برابر با 1. x چند به دست میاد؟ x مون از اینجا به دست میاد 1/10. خب ما x رو اینجا به دست آوردیم 1/10. حالا کلی که به دست آوردیم بریم سراغ رابطه مشهولمون. رابطه مشهولمون چی بود؟ گرم زد ام بود دیگه، درسته؟ پس ببین براش رابطه گرم رو بنویسیم. رابطه گرم بنویسیم چی بود؟ کل بود که x همون، یعنی کل ضرب در جزء ضرب در جرم مولی. کل مون شد چند؟ 1/10 جزء شند 1، جرم مولی و خودش داده 65 گرم برابر با گرم مصرف شده. خب از اینجا گرم مصرف شده برای زد ان چند به دست میاد؟ به دست میاد 6.5 گرم. سوال چی به ما گفته؟ سوال گفته که 65 گرم مصرف میشه، که پس عبارت ت کلا غلط شد. خب بریم حالا سراغ عبارت سه. چی گفته؟ گفته نقش زد ان در این واکنش با نقش آن در واکنش با های سی ال یکسانه. خب زد ان اینجا چه نقشی داره؟ زد ان مون از صفر ادوکسایش رسیده به مثبت 2، کاهش پیدا کرده یا اکسایش؟ اکسایش پیدا کرده، پس نقشش میشه کاهنده. حالا بریم ببینیم که نقش زد ان تو واکنش با های سی ال چی میشه. زد واکنش رو ببینیم، بنویسیم واکنش کلی چی میشه. میشه زد ان واکنش میشه زد ان ما به علاوه های سی ال تبدیل میشه زد ان سی ال 2 به علاوه گاز هیدروژن، درسته؟ خب اینجا زد ان صرف بوده، ادوکسایشش میرسه به چند؟ میرسه به مثبت 2، یعنی اینجا هم دوباره اکسایش پیدا میکنه و اینجا هم دوباره نقشش کاهنده است. پس عبارت سه که گفته بود نقشش یکسانه هم درسته. خب حالا ببینید سوال از ما چی خواسته بود؟ گفته بود که کدوما نادرستن. عبارت الف یکی نادرست بود، بعد عبارت با عبارت ت هم نادرست بود، درسته؟ پس سوال 223 شد گزینه یک. بریم سراغ سوال بعدی. گفته کدوم مورد در مورد واکنش میان فلز منیزیم و محلول هیدروکلوریک اسید نادرسته. خب چی گفته؟ گفته که واکنش میان فلز منیزیم و محلول هیدروکلوریک اسید. بیایید واکنش رو بنویسیم. اول از همه خب Zn منیزیم بوده، ببخشید Mg فلز منیزیم، هیدروکلوریک اسید هم که HCl به علاوه HCl فراورده چی میده؟ میشه MgCl2 به علاوه H2. گفته واکنش بین فلز منیزیم و محلول هیدروکلوریک اسید نادرسته. گزینه یک چی گفته؟ گفته ضمن انجام واکنش از غلظت یون هیدرونیوم در محلول کاسته می شود. خب الان هایش مثبت داره مصرف میشه تو واکنش ما دیگه، درسته؟ پس غلظتش چه اتفاقی براش میفته؟ غلظتش کاهش پیدا میکنه. پس عبارت الف یا گزینه یک درست شد. گزینه دو چی گفته؟ گفته در این واکنش اتم های منیزیم اکسایش پیدا میکنن. خب عدد اکسایش اولیه اتم های منیزیم چند بوده؟ اول صفر بوده دیگه، درسته؟
واکنش که انجام شده تبدیل شده به MG دوباره مثبت، رسیده به عدد اکسایش مثبت 2. از صرف عدد اکسایش رسیده به مثبت 2، پس واکنش ما چی شده؟ منیزیم توش اکسایش پیدا کرده. خب گفته در این واکنش اتم های منیزیم اکسایش مییابند، عبارت دوم هم درست شد. گزینه 3 چی گفته؟ گفته یون های هیدرونیوم کاهنده هم. خب یون های هیدرونیوم عدد اکسایش اینجا چند بود؟ مثبت 1 بود، بعد تبدیل شدن به H2 با عدد اکسایش 0. عدد اکسایششون کاهش پیدا کرده یه واحد دیگه، پس یعنی خودشون هم کاهش پیدا کردن. وقتی خودشون کاهش پیدا میکردن حال چی میشدن؟ بهشون میگفتیم اکسنده. ولی اینجا گفته یون های هیدرونیوم کاهنده هم. پس گزینه 3 غلط شد. گزینه 4 چی گفته؟ گفته اتم های منیزیم الکترون از دست داده و یون های هیدروژن الکترون دریافت میکنن، که کاملا هم درسته. منیزیممون اکسایش پیدا میکنه، هیدروژنمون یون های هیدروژنمون کاهش پیدا میکنن، پس عبارت 4 درست شد. گزینه 4 گفته کدوم نادرسته؟ که سوال 224 گزینه 3 غلط شد. خب بریم سراغ سوال 225. آها سوال 225 رو ناکنید، گفته که با قرار گرفتن یه تیغه درون یه محلول دیگه واکنش شیمیایی انجام میشه. خب واکنش شیمیایی چه زمانی انجام میشد؟ ما گفتیم که راست پایین با چپ بالا واکنش میده. راست پایین چی بود؟ کاهنده قوی تر بود. چپ بالا چی بود؟ اکسنده قوی تر. خب چی میشه الان؟ گفتیم که راست پایین با چپ بالا انجام میشه واکنشمون دیگه. خب چیزایی که گفته محلول ثابت گذاشته، محلول گذاشته، یکی گفته مثل دو سولفات، مثل دو سولفات روی سولفات و روی سولفات. خب مثل روی بخوام با هم دیگه واکنش بدن، تو چه حالتی با هم دیگه واکنش میدن؟ ما میدونیم که تو جدول E0 ZN منفی تره. وقتی E0 ZN منفی تر باشه میاد یعنی پایین تر قرار میگیره، پس فلز ZN کاهنده قوی تریه، پس یعنی میل بیشتری برای از دست دادن به الکترون داره. خب الان چی میشه واکنش ما؟ اینجا میشه Cu دوباره مثبت. پس اینجا اگه بریم Cu دوباره مثبت بله دو تا الکترون میده فلز مس پایینش، یعنی توی صفر پایین تر توی کاهنده قوی تر با ZN براش بنویسیم. ZN دوباره مثبت الکترون تبدیل میشه با ZN. خب این از E0ش که فهمیدیم ZN پایین تر. حالا چیز دیگه ای که من اول گفتم چی بود؟ گفتیم که راست پایین یعنی ZN با چپ بالا واکنش میده، یعنی با فلز Cu دوباره مثبت واکنش میده. خب کدوم واکنش انجام میشه؟ واسه این واکنش که انجام میشه این واکنش روی با مس دو سولفات واکنش میده، نه مس با روی دو سولفات. پس گزینه 1 و 2 رفتن کنار. خب حالا چی ادامه خواسته؟ گفته که اگر 9 و 3 سالم ضرب در 10 به توان 23 تا الکترون مبادله بشه، جرم تیغه چه تغییری پیدا میکنه؟ خب جرم تیغه چه تغییری پیدا میکنه؟ اینجا رو ناکنید باید دقت کنید بهش. گفته که تمام رسوب ایجاد شده میاد روی تیغه میشینه. خب من اگه یه تیغه فرضی داشته باشم، تیغه‌مون رو با رنگ آبی نشون بدم، الان تیغه اولیه‌مون چیه؟ یه تیغه رویه دیگه، درسته؟ یه مقدار ZN دارم، وارد محلول چی میکنم؟ محلولی میکنم که داخل HCU دوباره مثبت وجود داره. خب چه اتفاقی میفته؟ میاد این واکنش اکسایش کاهش اتفاق میفته، یعنی یه مقداری از ZN کم میشه به صورت ZN دوباره مثبت وارد آب میشه. این الکترونایی که از دست دادن چه اتفاقی براشون میفته؟ این الکترونا رو Cu های دوباره مثبت میان میگیرن، میشینن روی تیغمون، تبدیل میشن به فلز مس. خب حالا تغییر خواسته. وقتی تغییر خواسته من ببینم که تعداد الکترون رو داده دیگه. با مبادله اینقدر الکترون اول از همه باید ببینم که چند گرم از جرم تیغم کم میشه و چند گرم میاد روی تیغم میشینه. تفاوت این دوتا برابر با اختلاف جرمیه که تیغه من پیدا میکنه. خب واکنش کلی رو یه بار بیایم بنویسیم. من جای این واکنش کلی رو بنویسم. واکنش کلی چی میشه؟ واکنش کلی میشه فلز روی ZN به علاوه Cu دوباره مثبت میدهد ZN دوباره مثبت به علاوه فلز مس. خب تعداد الکترون مبادله شده گفته چنده؟ 9 صدم ضرب در 10 به توان 23. اول از همه بعد اینجا چی بنویسم؟ تعداد الکترون مبادله شده تو معادله دیگه، یه دونه ZN داشتم تبدیل شده به ZN دوباره مثبت. چند مول الکترون مبادله میشه؟ 2 مول الکترون مبادله میشه. گفتیم الکترونی که تو واکنش های اکسایش و کاهش مبادله میشن رو بیایم به عنوان یه ماده در نظر میگیریم. اون ماده رو که حالا در نظر گرفتیم رو فلش تعداد الکترون مبادله شده رو می‌نویسیم. الان تو این واکنش ما 2 مول الکترون مبادله میشه. خب حالا یه مشکول داریم یه معلوم. معلومه مثلا اون چی میشه؟ معلومه مثلا اون تعداد الکترون‌های مبادله شدن که برابر با 9 و 3 صدم ضرب در 10 به توان 23. خب این شد بخش معلومه مثلا. اون بخش مشهول رو گفتیم بعد چه کار کنیم؟ بعد ببینیم که چند گرم ZN مصرف شده، چند گرم از Cu اومده روش نشسته، یعنی گرم این ZN
با این گرم سیویی که میاد روش میشینه میشن دو تا بخش مشهولم، یعنی باید ما با استفاده از یه معلوم دو تا مشهول اینجا به دست بیاریم. خب براش کل در نظر میگیریم x. خب من حالا روابط رو حل با رنگ بنفش برم. خب گفتیم که برای رابطه معلوم اول از همه شروع میکنیم، جایگذاری میکنیم، کل رو به دست میاریم، بعد اینکه کل رو به دست آوردیم میایم وارد رابطه مشهولش میکنیم کل. خب کلمون x ضرب در جزءش که برابر با ضریب الکترونه که میشه 2 ضرب در حالا تعداد داده، پس بعد عدد آووگادرو هم وارد رابطه بشه، می‌نویسیم 6 و 2 صدم ضرب در 10 به توان 23 برابر با 9 و 3 صدم ضرب در 10 به توان 23. خب 10 به توان 23 با هم دیگه ساده میشن، 9 و 3 صدم هم با 6 و 2 صدم ساده میشه، 9 و 3 صدم تبدیل میشه 3 دوم. خب x از اینجا چند به دست میاد؟ x از اینجا به دست میاد 3 چهارم، این 2 هم میاد تقسیم میشه، x هم به دست میاد 3 چهارم. خب x رو به دست آوردیم 3 چهارم، حالا x رو که به دست آوردیم 3 چهارم میتونیم با استفاده از این گرم Zn مصرف شده و گرم مسی که رسوب تشکیل داده رو به دست بیاریم. وقتی این گرم رو هم به دست آوردیم تغییر جرم تیغمون هم میتونیم به دست بیاریم. من این بالا ادامه رو بنویسم. خب ادامه حل مسئله چی میشه؟ حالا بریم سراغ گرم Zn. کلمون چند شد؟ 3 چهارم ضرب در ضریبش که میشه چند؟ ضریبش برابر با 1 ضرب در جرم مولی زدن برابر با چند؟ 65 گرم، درسته؟ خب این از گرم، حالا من اینو ساده نکردم، دلیلشو کامل بهتون توضیح میدم، این از گرم زدن مصرف شده است. خب حالا چقدر رسوب مس تشکیل میشه؟ رسوب مس که تشکیل میشه اینه، دوباره کلمون 3 چهارم ضرب در کل ضرب در جز جزش 1 ضرب در جرم مولی سیو که 64 گرمه برابر با چی میشه؟ برابر میشه با گرم سیو رسوب شده. خب پس اینجا گرم سیوی هم که رسوب میشه هم به دست آوردیم. خب تغییری که اتفاق میفته چیه؟ این مقدار 3 چهارم ضرب در 65 گرم Zn مصرف میشه، 3 چهارم ضرب در 64 گرم چی به وجود میاد؟ رسوب مس میاد روش میشینه. یعنی من تفاوت این دوتا رو به دست بیارم تغییر جرم تیغم به دست میاد. این دوتا رو از هم دیگه کم کنم از یه 3 چهارمه میشه فاکتور گرفت، من برای همین تا آخر ضرب نکردم. پس یعنی تغییر تفاوت چی میشه؟ اول از همه که باید بدونیم جرم Zn مصرف شده از جرم مسی که میاد روش میشینه بیشتره. چرا؟ چون 3 چهارم ضرب در 65 بوده، یکی 3 چهارم ضرب در 64 بوده، پس یعنی در کل از جرم تیغمون کم میشه. خب همینجا هم که بفهمیم از جرم تیغمون کم میشه، جواب ما قطعا گزینه 4 نیست. خب یعنی جواب نهایی گزینه 3 میشه. ولی حالا بریم حلش هم کنیم. 3 چهارم ضرب در 65 منفیه 3 چهارم ضرب در 64 برابر میشه با 3 چهارم ضرب در 65 منهای 64 که میشه 1، پس یعنی تغییر کلش میشه 75 صدم گرم کم میشه. پس سوال 225 شد گزینه 3. خب حالا سوال 226 رو بریم بررسی کنیم. من قبلش بیام این چیزایی که این پایین نوشتم رو پاک کنم که برای خود سوال جا باشه. بریم سوال رو بررسی کنیم. این سوال به اون چی گفته؟ گفته که اگر بدانیم مقایسه قدرت کاهندگی 4 تا فلز به این صورت باشه با قرار داد و با قرار دادن فلز بی در محلول مس دو سولفات دمای محلول افزایش پیدا میکنه، چند مورد از مطالب زیر درستن. خب بیایم نکات صورت سوال رو بگیم. گفته که قدرت کاهندگی این شکلیه: دی بزرگتر از سی، سی بزرگتر از بی و بی بزرگتر از آ. خب وقتی قدرت کاهندگی اینا رو اینطوری مقایسه کرده چی میشه فهمید؟ میشه فهمید که دی یعنی توی جدول ایسف پایین تر از همه قرار داره، بعدش سی، بعدش بی و بعدش آ. یعنی اینطوری میشه مقایسه جدول ایسف بشه: اول از همه دی از همه پایین تر، بعدش سی و بعدش بی و بالاتر از همه هم آ بین این چهار تا. خب این بخش اولش که قرار است ایسف یعنی الان کاهنده قوی تر، گفتیم که سمت راستی ها رو میگفتیم کاهنده، هرچی هم از بالا به سمت پایین حرکت کنیم کاهنده قوی تر میشن. خب حالا بخوایم این واکنش ها رو اصلا به طور کامل بنویسیم، مثلا فرض میکنیم بار همشون رو دوباره مثبت در نظر میگیریم که این واکنش های کاهشی هم بنویسیم، جدول ایسف رو کاملا درست باشه. یه جدول ای صفری برای خودمون ایجاد کردیم. الان از این جدول ای صفری که ما ایجاد کردیم چی میشه فهمید؟ خود سوال به ما گفته که دی از همه کاهنده تره، بعد سی و بی و آ، ولی حالا ما اکسندگی هم میتونیم مقایسه کنیم. چه جوری میتونیم بگیم که آ دوباره مثبت از همه اکسنده تر و هرچی بیایم پایین اکسندمون هم ضعیف تر میشه. خب حالا بریم ببینیم سوال اصلا چی گفته. بعد اومده اینو گفته و با قرار دادن فلز بی، خب یعنی این فلز بی رو قرار دادن تو محلول مس دو سولفات. خب
دمای محلول افزایش پیدا میکنه. نکته اینجاست اگه یه واکنشی به طور خود به خودی انجام بشه، الان این واکنش به طور خود به خودی انجام میشه، از کجا میفهمیم که به طور خود به خودی انجام میشه؟ وقتی فلز دی اومده تو محلول مثل دو سولفات گذاشته، دمای محلول رفته بالا، پس یعنی واکنش داره انجام میشه. پس حالا واکنش یعنی بی ما به علاوه سی یو دوباره مثبت، واکنش انجام شده میشه بی دوباره مثبت به علاوه فلز مس. خب درسته تا اینجا؟ حالا ما گفتیم واکنش چه زمانی انجام میشه، گفتیم که راست پایین با چپ بالا. الان بی ما نقش چی رو داره؟ نقش کاهنده رو داره، یا همون نقش راست پایین. پس سی یو دوباره مثبت باید بالاتر از بی باشه. حالا کجا میتونه قرار بگیره؟ این نکته مهمی میشه. جایی که میتونه قرار بگیره من با رنگ سبز نشون میدم. یکی میتونه بیاد کجا بشینه؟ بین آبی بشینه. الان بین آبی بشینه، آیا واکنش انجام میشه یا نه؟ بله انجام میشه. راست پایین با چپ بالا. بالاتر از آم قرار بگیره واکنش انجام میشه. چرا؟ باز دوباره راست پایین با چپ بالا واکنش میده. خب الان یعنی من جایگاه همه عناصری که تو سوال معرفی کرده رو پیدا کردم. حالا چی گفته؟ عبارت الف گفته فلز سی میتواند مس رو از محلول نمک های آن جدا کند. خب ما گفتیم مسمون یا اینجا قرار میگیره یا اینجا، دقیق نمیدونیم کجاست، ولی حالا سوال گفته که سی با یکی از اینا واکنش میده آیا یا نه، که قطعا واکنش میده. چون حتی اگه ما اینجا رو هم براش در نظر بگیریم، اینجا سی پایین تر از بی قرار میگیره، پس کاهنده قوی تریه. خب پس سی قطعا با مس واکنش میده، چون راست پایین با چپ بالا واکنش میده. پس الف درست شد. به چی گفته؟ گفته با قرار دادن تیغه ای از فلز دی. خب یعنی ما فلز دی رو چیکار کنیم؟ در محلول مثل دو سولفات دمای محلول گفته تغییر نمیکنه. یه سوال دارم ازتون، الان دی کاهنده قوی تری نسبت به بی و سی هست یا نه؟ قطعا هست. چرا؟ چون پایین تر قرار گرفته. خب وقتی بی و سی با مثل دوباره مثبت واکنش دادن، آیا دی واکنش نمیده؟ دی قطعا واکنش میده و با سرعت بیشتری هم واکنش میده، چون پایین تر قرار داره و راست پایین با چپ بالا همیشه واکنش میده به صورت طبیعی خود به خودی. خب حالا وقتی واکنش انجام بشه، گفتیم که یکی از نشانه های انجام شدن واکنش یه تغییر دمای محلول دیگه، پس یعنی باید دمای محلول تغییر کنه و زیاد پیدا کنه. بعد اینجا چی گفته؟ گفته دمای محلول تغییر نمی کند. پس عبارت ب غلط شد. خب عبارت پ چی شد؟ گفت اگر فلز بی، اگر بی فلز روی باشد، یعنی اینجا الان بیا چی در نظر بگیرین؟ زد ان در نظر بگیرین. خب ادامه چی گفته؟ گفته دی میتواند طلا باشد. خب ما گفتیم که طلا یه چیه؟ یه کاهنده خیلی ضعیفه دیگه، درسته؟ یعنی تو جدول ایسف خیلی بالاتر قرار داره، یعنی حتی از اکسیژن هم بالاتر قرار داره. خب یعنی اصلا ای صفر مثبتی داره، ای صفری که داره مثبته. خب ولی زدن چیه؟ زدن در عوض یه دونه کاهنده قویه، یعنی دقیقا جاشون باید برعکس باشه. زدن بس باید تو جدول ای صفر پایین تر از طلا قرار بگیره، پس این ترتیب نمیتونه درست باشه. پس پ غلط شد. بریم سراغ آخرین عبارت. چی گفته؟ گفته واکنش سی یو دوباره مثبت، خب یون دو سی یو دوباره مثبت با فلز آ گفته که انجام پذیر هست یا نه. خب واکنش زمانی انجام پذیر بود، کاهنده قوی تر با اکسنده قوی تر، راست پایین با چپ بالا. خب سی یو دوباره مثبت گفته با آ انجام پذیر هست یا نه. آها فلز آمون اینجا چی بود؟ فلز آ اینجا بود دیگه، درسته؟ خب مسمون کجا بود؟ مسمون دو تا حالت داشت، یونه مسمون یا اینجا قرار میگرفت یا اینجا. خب حالا واکنش همیشه انجام پذیر اینجا یا نه؟ اینجا دو حالت تقسیم میشه. اگه فلز مسمون بیاد بین آبی قرار بگیره، واکنشمون چی میشه؟ میشه راست بالا با چپ پایین، که واکنش انجام پذیر نیست. ولی اگه یون دوباره سی یو دوباره مثبتم بیاد بالاتر از مس باشه، این واکنش انجام پذیره. یعنی اینجا برای این حالت ما چون دقیقاً نمیدونیم جایگاه سی یو دوباره مثبت کجاست، نمیشه گفت به طور حتمی این واکنش انجام پذیره یا نه. بس عبارت ت غلط شد. حالا همه عبارات رو بررسی کردیم، گفته بود که چند مورد از مطالب زیر همواره درسته. این همواره درستش هم برای همین عبارت ت بودا که دو حالت پیش می اومد براش. خب گفته چند موردشون همواره درستن، که فقط الان سومی و این سه تا غلط شدن همشون، که درسته فقط یه دونه اولی درست بود دیگه. بله چند تاشون گفتن همواره درستن، که میشه گزینه یک یه موردشون. خب بریم صفحه بعد. سوال 227، سوال بعدی. گفته با توجه به نیم واکنش های داده شده کدوم گزینه نادرسته؟ گفته نیم واکنش ها موازنه شدن، یعنی خودش موازنه نکرده. گزینه یک چی گفته؟ گفته معادله یک نیم واکنش کاهش و معادله دو نیم واکنش اکسایش. خب نیم واکنش کاهش چه نیم واکنشی بود؟ نیم واکنشی بود که توش الکترون مصرف میشد، یعنی الکترون رو به دست میوردن. نیم واکنش اکسایش نیم واکنشی بود که توش الکترون از دست داده میشد. خب گفته نیم واکنش یک نیم واکنش کاهشیه. خب تو نیم واکنش یک اون الکترون به دست آوردیم یا از دست دادیم، الکترون سمت واکنش دهنده است یا فراورده ها؟ الکترون سمت فراورده هاست، پس نیم واکنش اکسایش نه کاهش. پس گزینه کلا غلط شد.
گزینه دو چی گفته؟ گفته ضریب استوکیومتری یون هاش مثبت در هر دو نیم واکنش با یکدیگه برابره. خب اول از همه باید ببینیم چیکار کنیم، معادله رو موازنه کنیم. موازنه با چه روشی انجام میدیم؟ موازنه تغییر عدد اکسایش. خب الان هاش دو داریم تبدیل شده به O2 به علاوه هاش مثبت و الکترون. خب تو اینطور مسائلی که توش الکترون به طور مستقیم وجود داره چه کار میکنیم؟ یه گونه ماهی که فقط تغییر عدد اکسایش توش ایجاد میشه. خب تغییر عدد اکسایش تو اون گونه رو چه کار میکنیم؟ نسبت میدیم ضریب تعداد الکترونی که مبادله شده. خب الان هاش دو بوده دیگه، ضریب هاش مثبت چند میشه؟ میشه مثبت یک، اکسیژن میشه منفی دو، تبدیل شده به اکسیژن صفر و هاش مثبت یک. همونطور که گفتم هاشمون همچنان مثبت یک باقی مونده، اکسیژنمون ولی از منفی دو رسیده به چند؟ اکسیژن از منفی دو رسیده به صفر. خب یعنی تغییر عدد اکسایش داشته دیگه، درسته؟ میزان تغییر چقدر بوده؟ دو واحد بوده. میدیم ضریب چی؟ میدیم ضریب الکترونمون. خب الان هم میشد ببینیم که دو واحد تغییر پیدا کرده برای یکی در نظر بگیریم، هم میشد ببینیم که در کل 4 تا الکترون مبادله شده، کل 2 تا اکسیژن با هم در نظر بگیریم. پیش بریم متوجه میشیم که یه جز ضریب کسرمون 1/2 پیش میاد، مجبور میشیم ضرب در 2 بریم. حالا ما چون 2 نوشتیم ادامه بدیم. خب گفتیم که از لحاظ بار باید خونسا باشه موازنمون دیگه، درسته؟ یعنی بار الکتریکی سمت فراورده و واکنشنده با هم دیگه برابر باشه. 2 تا الکترون اینجا داریم، پس یعنی اینجا نکن بار اینجا چنده؟ صفره. یعنی بار اینجا هم جمعشون باید بشه صفر. این که کلا باری نداره بازم صفر میشه، یعنی این دوتا جمعشون با هم دیگه باید بشه صفر. وقتی دوتا الکترون داریم به تبع باید دوتا هم هاش مثبت داشته باشیم، درسته؟ دوتا هاش داشته باشیم اینجا، اینجا هم باید دوتا هاش داشته باشیم. ضریب هاش دو میشه یک. ضریب هاش دو بشه یک، چی میفهمیم؟ میفهمیم که یه دونه اکسیژن داریم، پس اینجا هم باید توی فراورده ها یه دونه اکسیژن داشته باشیم. ضریب اکسیژن چند شد اینجا؟ ضریب اکسیژن شد 1/2. همینطور که گفتم دقیقاً یه ضریب 1/2 به وجود میاد، دقیقاً هم اینجا به وجود اومد. حالا معادله موازنه شده زمانی درسته که چی باشه؟ ضریب کوچکترین عدد طبیعی باشن. کوچکترین عدد طبیعی یعنی چی؟ یعنی کسری توش قابل قبول نیست. کسری باشه دیگه عددمون عدد طبیعی نیست. خب من اینا رو پاک میکنم، ضریب نهایی درست رو مینویسم. اول بنویسمشون. حالا یه وقت هاش دو ضریب شد 2، اکسیژن ضریب شد 1، هاش مثبت ضریب شد 4، الکترون هم شد ضریب 4. خب پایینش حالا میشه خورده خلوت‌تر کرد. واکنش اولی موازنه کردیم، بریم سراغ واکنش دوم. دقیقاً این واکنش کاهشیه دیگه. گفتیم که یه گونه است که عدد اکسایدش تغییر پیدا میکنه، میزان تغییر میدیم ضریب الکترونمون. خب MnO2 دیگه، اکسیژن دوباره منفی میشه، میشه منفی 4. در کل دو تا اکسیژن با هم عدد اکسایدش میشه منفی 4. Mn اینجا چند به دست میاد؟ Mn میشه مثبت 4. هاش مثبت که همچنان هاش مثبت بوده، تو اکسیژن هم هاش مثبت، اکسیژن هم میشه منفی 2. خب حالا چند واحد تغییر عدد اکسایدش داشتیم اینجا؟ از مثبت 4 رسیده به چند؟ رسیده به مثبت 2، درسته؟ یعنی از مثبت 4 رسیده به مثبت 2 دیگه. تغییر چقدر بوده؟ میشه 2 واحد. ضریب الکترون چند به دست میاد؟ 2 واحد. خب 2 واحد الکترون موازنه شده. الان Mn رو میام یه ضریب فرضی 1 براش در نظر میگیریم. یه دونه MnO2 داشته باشیم، بعد یه دونه Mn سمت فراورده ها داشته باشیم. خب این تا اینجا کار. بعد MnO2 دو تا اکسیژن داریم، دو تا اکسیژن رو باید توی H2O داشته باشیم، یعنی ضریب H2O هم میشه 2. خب 4 تا هیدروژن داریم، یعنی اینجا هم باید 4 تا هیدروژن داشته باشیم. خب حالا ببینیم همه ضریب درست موازنه شدن یا نه، که کاملا هم درسته دیگه. خب از لحاظ بار هم حالا میتونیم یه بار بسنجیم ببینیم که مبادله موازنه شدهش درسته یا نه. خب 4 تا هاش مثبت داریم، 2 تا الکترون، جمع میشه 2 بار مثبت. اینجا هم باید 2 بار مثبت باشه که کاملا درسته، یه دونه Mn 2 بار مثبت داریم. خب یه سری چیزا رو پاک کنیم که معادلمون خلوت‌تر باشه. خب حالا بریم با گزینه ها رو بررسی کنیم. گزینه دو چی گفته؟ گفته ضریب استوکیومتری یون هاش مثبت تو هر دو نیم واکنش با یک دیگه برابر، که کاملا درسته. تو هر دو تا حالت هم 4 که با هم دیگه برابر میشن. بعدی درست شد گزینه دو. گزینه سه چی گفته؟ گفته در این واکنش دو به ازای مصرف 1 مول MnO2 1 مول الکترون مبادله میشه. خب چقدر الکترون گفته؟ 1 مول MnO2 مصرف بشه. خب 1 مول MnO2 میخواد مصرف بشه دیگه. عدد اکسایدش Mn اینجا چند بود؟ مثبت 4 بود. رسیده به چند؟ رسیده به مثبت 2. 1 مول الکترون وقتی مبادله بشه، گفته چند مول الکترون مبادله میشه؟ دقیقاً اینجا 2 مول الکترون مبادله میشه. ولی تو گزینه 3 گفته 1 مول الکترون مبادله میشه. گزینه 3 پس غلط شد. گزینه 4 چی گفته؟ گفته تعداد الکترون های مبادله شده در معادله موازنه شده دو نیم واکنش با هم دیگه برابره. خب آیا ببینید که دو تا الکترون ها ضریب الکترون ها با هم دیگه برابره یا نه؟ که تو واکنش اول ضریبش 4 بوده، بعدی ضریبش 2 شده، پس با هم دیگه برابر نیستن. گزینه 4 هم غلطه.
گفته بود که کدومشه که درسته میشه گزینه 2. پس سوال 227 شد گزینه 2. خب بریم سراغ سوال 228. سوال 228 چی گفته؟ سوال تعریفی مفهومی هم باید باشه احتمال زیاد. خب سوال 228 گفته کدوم مورد از موارد زیر درسته. خب الف گفته اکسیژن نافلزی فعاله که با همه فلزها واکنش میده. خب اکسیژن نافلز فعالی هست، بله درسته، با اغلب فلزها واکنش میده نه با همه فلزها. یه مثال نقضی که همیشه میتونید تو ذهنتون داشته باشین چیه؟ طلا. ما میدونیم که طلا با اکسیژن واکنش نمیده، پس این که گفته میشه که اکسیژن با همه فلزها واکنش میده غلطه. پس عبارت الف کلا غلط شد. عبارت ب چی گفته؟ گفته اغلب فلزها در واکنش با نافلزها ضمن کاهش به کاتیون تبدیل میشن. خب فلزها وقتی با نافلزها قرار بگیرن چه اتفاقی قرار میفته؟ فلزامون الکترون از دست میدن. از دست دادن الکترون اسمش بود کاهش پیدا کردن، به کاتیون تبدیل میشن درسته، ولی از دست دادن الکترون اسمش اکسایش بود نه کاهش. کاهش به دست آوردن الکترون بود. فلزامون وقتی توی معادله شرکت میکردن الکترون از دست میدادن، از دست دادن اسمش میشد اکسایش نه کاهش. پس عبارت ب هم غلط شد. گفته که کدوم ها درست هم؟ بریم همچنان ادامه بدیم، دو تا دیگه باقی مونده. گفته ماده ای که با گرفتن الکترون، خب ماده ای که الکترون میگیره اسمش چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه دیگه، اسمش میشه اکسنده. گفته ماده ای که با گرفتن الکترون سبب اکسایش گونه دیگر میشود اکسنده نام داره، که کاملا درسته. عبارت ت چی گفته؟ گفته در هر واکنش شیمیایی هنگامی که بار الکتریکی یک گونه مثبت تر میشه آن گونه اکسایش پیدا میکنه. خب وقتی ما یه واکنشی انجام میشه عدد اکسایش چی میشه؟ هم میتونه کاهش پیدا کنه هم افزایش پیدا کنه. وقتی کاهش پیدا میکنه عدد اکسایش، اون گونه ما کاهش پیدا میکنه یا به عبارت الکترون به دست میاره، ولی وقتی که عدد اکسایش زیادتر میشه مثبت تر میشه داره الکترون از دست میده. حالا عبارت ت چی گفته؟ گفته در هر واکنش شیمیایی هنگامی که بار الکتریکی یک گونه مثبت تر میشه، یعنی داره اکسایش پیدا میکنه یا به عبارتی داره الکترون از دست میده، گفته اون گونه اکسایش یافته است. خب گونه ما هم دقیقاً اکسایش پیدا کرده، کاملا هم درسته. گفته کدوم ها درست بودن؟ دو تا آخری پ و ت درست بودن، پس جواب میشه گزینه 3. حالا بریم سراغ سوال 229. ببین 229 چی گفته. سوال 229 گفته چند مورد از مطالب زیر نادرستن. خب از همین اولی شروع کنیم. گفته اگر قدرت اکسندگی یون X دوباره مثبت از منگنز دوباره مثبت بیشتر باشه، یک قطعه از فلز X میتواند با محلول حاوی نمک های منگنز واکنش بده. خب اول از همه چی اومده؟ گفته که قدرت اکسندگی ZN دوباره مثبت از MN دوباره مثبت بالاتره. خب اکسنده ها کدوم بودن؟ اکسنده ها تو جدول A0 سمت چپی ها بودن دیگه، یعنی ما الان بخوام به هر چی هم که بالاتر بودن اکسنده قوی تری بودن. الان میگه که قدرت اکسندگی x دوباره مثبت از mn دوباره مثبت بیشتره. خب پس x دوباره مثبت باید بالاتر از mn دوباره مثبت قرار بگیره. یعنی اینجا اگه من x دوباره مثبت رو بنویسم که واکنش کاهشیش بشه x، تبدیل میشه به فلز x دیگه درسته. پایین اون باید چی رو بنویسم؟ mn دوباره مثبت رو بنویسم. چرا؟ چون اکسنده ضعیف تریه. خب حالا چی گفته بعدش؟ یعنی من این جدول صفر رو فهمیدم که MN کاهنده قوی تری نسبت به X و X دوباره مثبت نسبت به MN دوباره مثبت اکسنده قوی تری. خب حالا گفته اگر یک تیغه از فلز X، گفته یک تیغه از فلز X یعنی این میتواند با محلول نمک های منگنز واکنش انجام بشه. خب یعنی X با MN دوباره مثبت این واکنش انجام پذیر هست یا نه؟ سوال گفته که واکنش انجام پذیر، ما بررسی کنیم ببینیم واکنش انجام پذیره یا نه. ما گفته که تو جدول صفر راست پایین با چپ بالایی که واکنش میده، یعنی الان اینجا منگنز با x دوباره مثبت میتونه واکنش بده ولی x با mn دوباره مثبت نمیتونه، چون راست بالا و چپ پایین میشه. پس اولی غلط شد. دومی چی گفته؟ گفته اگر یک تیغه فلز مس را در محلولی از آهن دو کلرید قرار دهیم به تدریج رنگ آبی محلول افزایش پیدا میکنه. خب به عنوان مرور که تو همین چند دقیقه پیش هم گفتم، رنگ آبی دوباره مثبت برای چیه؟ برای CuO دوباره مثبته. خب حالا سوال چی گفته؟ گفته یه تیغه فلز مس را تو محلولی از چی بذاریم؟ آهن دو کلرید، یعنی واکنشمون این باشه CuO به علاوه Fe. حالا Fe دوباره مثبتش رو میخوایم، چرا کلوریدا رو ننوشتیم؟ سی‌ال‌های منفی یونای ناظر رو تماشا چیان، یعنی تو واکنش اصلا شرکت نمی‌کنن. تو واکنش هم بنویسیمشون سمت واکنش دهنده و فراورده، یعنی بدون اینکه هیچ تغییری براشون اتفاق بیفته همون سی‌ال منفی باقی میمونن، پس ما اصلا نمی‌نویسیمشون. خب میگه که این واکنش انجام میشه و سی‌یو دوباره مثبت و اف‌ای دوباره مثبت به وجود میاد. خب وقتی میگه که رنگ آبی محلول افزایش پیدا کنه منظورش اینه دیگه، یعنی سی‌یو دوباره مثبت بعد به وجود بیاد دیگه. خب حالا ببینیم اصلا این واکنش انجام پذیر هست یا نه. این واکنش انجام پذیر نیست. چرا؟ تو جدول ای صفر اف ای پایین تر از سی یو قرار داره، اینجا
هم CU دوباره مثبته و FE دوباره مثبت. واکنش چه زمانی انجام میشد؟ واکنش گفتیم راست پایین با چپ بالا، یعنی FE میتونه با CU دوباره مثبت واکنش بده، ولی CU با FE دوباره مثبت این واکنش انجام پذیر نیست. پس گزینه عبارت بعدی غلط شد. عبارت بعدی چی گفته؟ گفته در واکنش میان گاز اکسیژن و فلز پلاتین در دمای اتاق هر مولکول اکسیژن با دریافت 4 الکترون کاهش پیدا می‌کند. که این عبارت کلا غلطه. چرا غلطه؟ فلز پلاتین اصلا با طلا با اکسیژن واکنش نمیده. یکی از دلایل اصلی هم که اصلا داخل بدن انسان استفاده میشه فلز پلاتین چیه؟ چون که واکنش پذیری خیلی پایینی داره، اصلا با گاز اکسیژن واکنش نمیده که بخوایم در مورد تعداد الکترون مبادله شده حرف بزنیم. پس اینم غلط شد. عبارت بعدی چی گفته؟ گفته در واکنش فلز روی با محلول مثل دوسولفات، خب ZN به علاوه CO دوباره مثبت. چی گفته بعدش؟ گفته شعاع یونی کاتیون های فراورده بزرگتر از شعاع اتمی اتم های واکنش دهنده است. خب واکنش رو بنویسیم. گفته فلز روی ZN با چی واکنش میده؟ با CO دوباره مثبت. فراورده چیه؟ واکنش که انجام پذیر هست. ZN دوباره مثبت به علاوه CO. خب این واکنش انجام شده. گفته چی گفته؟ گفته حالا شعاع یونی کاتیون های فراورده، کاتیون فراورده چیه؟ ZN دوباره مثبت از شعاع اتمی اتم های واکنش دهنده، اتم واکنش دهنده چیه؟ ZN. خب CO دوباره مثبت که یونه، اونجا هم که CU فلز میشه. خب گفته که این شعاع اتمی بیشتر شده. خب یه سوال دارم، چه زمانی کاتیون به وجود می اومد؟ کاتیون زمانی به وجود میاد که الکترون از دست بده دیگه، درسته؟ الان ZN مون دو تا الکترون از دست داده، تبدیل شده به ZN دوباره مثبت. وقتی الکترون از دست بده شعاع اتمی کاهش پیدا میکرد یا زیاد میشد؟ از دست میداد و شعاع کاهش پیدا میکرد، نه بیشتر نمیشد. پس اینم غلط شد. آخرین عبارت رو بررسی کنیم. گفته اگر تغییر دمای مخلوط واکنش A به علاوه B دوباره مثبت بیشتر از مخلوط واکنش C به علاوه B دوباره مثبت باشه، خب واکنش A به علاوه C دوباره مثبت گفته به طور طبیعی انجام میشه یا نه؟ خب بیاین یه بار دیگه از اول عبارت آخر رو بخونیم و واکنشاشو بنویسیم. چی گفته؟ گفته که تغییر دمای این واکنش بیشتر از تغییر دمای اون واکنشه. خب یعنی چی؟ یعنی جفتشون داره انجام میشه واکنش براشون. چرا؟ چون جفتشون تغییر دما دارن دیگه، درسته؟ وقتی جفتشون تغییر دما دارن، ولی گفته که تغییر دمای این بیشتره. تو خود کتاب درسی جدولی براتون قرار داده که چند تا فلز و یکی مثلا آهن هم قرار میده توش، طلا قرار میده، خود مس و با رویو میذاره داخل چی؟ داخل محلول مس دوسولفات. بعد از یه مدتی دقیقاً دمای اولیه رو 20 در نظر گرفته، وقتی رویو قرار میده دمای محلول بعد از اینکه واکنش انجام میشه میرسه به 26، ولی وقتی آهن رو قرار میده دما میرسه به 23. یعنی چی؟ یعنی ZN دوباره مثبت توی اون واکنشمون وقتی CO دوباره مثبت میریزیم روش میل بیشتری به از دست دادن الکترون باشه. پس هر چی تغییر دما بیشتر باشه اون فلز ما الان مثلا آ به علاوه بی مثبت نسبت به سی به علاوه بی مثبت میل بیشتری به از دست دادن الکترون داره. خب حالا جفت واکنش ها انجام میشن. پس اول میرسیم آ پایین تر از همه کاهنده قوی تر، بعد سی رو قرار میدیم و بعدش هم فلز بی. خب واکنش های کاهشیشون هم بنویسیم که جدول ای صفر اون کامل باشه. من همه رو دوباره مثبت در نظر گرفتم. یه جدول ای صفر فرضی برای خودمون به وجود اومد. فهمیدیم که آ از همه کاهنده تر و بی دوباره مثبت از همه اکسنده تره. خب گفته واکنش آ به علاوه سی دوباره مثبت آیا به طور خود به خودی انجام پذیر هست یا نه؟ بله انجام پذیره. چرا انجام پذیره؟ چون راست پایین با چپ بالا همیشه واکنش انجام میشه. پس این عبارت درست بود. حالا گفته بود که چند مورد از مطالب زیر نادرستن، که 1 2 3 4 تاشون نادرست بودن. پس سوال 229 شد گزینه 3. حالا آخرین سوال رو بررسی کنیم. سوال 230 سوالیه که مسئله ایه. دو بخش متفاوت داره. بریم شروع کنیم به حلش. گفته در دو آزمایش جداگانه دو تیغه که هر یک جرم 20 گرمه، یکی از جنس آلومینیومی دیگه از جنس آهن، این دو تا رو جفتشون داخل محلول مثل دوسولفات قرار دادیم. پس از مدتی مشاهده میشه که از جرم تیغه آلومینیومی 67.5% و از جرم تیغه آهنی 28% کاسته شده. نسبت تعداد الکترون‌های مبادله شده تو واکنش یک به واکنش دو کدومه؟ خب من واکنش ها رو توضیح بدم. یه تیغه داشتیم، دو تا تیغه داشتیم. خب یه تیغه آلومینیومی بوده، یه تیغه دیگه چی بوده؟ آهن بوده. خب اینا جفتشون واکنش انجام شده، ولی وقتی که آلومینیومی قرار دادیم 67.5% مصرف شده، وقتی که آهن رو قرار دادیم فقط 28% مصرف شده. این 67.5 و 28% چی رو دارن نشون میدن؟ یه جوری میشه بازه واکنش و پیشرفت واکنش رو نشون میدن، درسته؟ خب ما گفتیم که رابطه‌ای که می‌خوایم بنویسیم برای این قطعا رابطه استوکیومتریه. پیشرفت واکنش، بازه درصدی و اینا همه‌شون رو کجا می‌نوشتیم؟ همه رو برای فراورده‌ها در نظر می‌گرفتیم و سمت راست می‌نوشتیمشون. خب
حالا معلومه مثلا اون چیه مشهولش چیه؟ معلومش اینه که گفته هر دو تاشون هم آلومینیوم هم افی جرم اولیه‌شون 20 گرم بوده. دو تا دیگه 20 گرمی از هر کدوم داشتی. حالا چی از ما خواسته؟ چیزی که خواسته نسبت تعداد الکترون‌های مبادله شده واکنش اول به دوم. یعنی تعداد الکترون‌های مبادله شده رو ما باید به دست بیاریم، اینجا بنویسیم نسبتشون رو بگیم که چقدر شده. خب بریم سراغ حلش. واکنش یک رو می‌نویسیم، یک کل براش در نظر می‌گیریم. خب کلمون می‌ذاریم x. خب رابطه‌ای که می‌نویسیم چی بود؟ بخش معلومش چی شد؟ پس شد گرم آلومینیوم. می‌نویسیم کلمون x ضرب در جزءش چنده؟ خب واکنش موازنه نکردیم، بریم سراغ موازنه واکنشمون. آلومینیوم بوده، تبدیل شده به آلومینیوم سه بار مثبت. چند واحد تغییر عدد اکسایدش داشته؟ سه واحد. سه واحد رو میدادیم ضریب چی؟ ضریب CuO دوباره مثبت. خب حالا CuO دوباره مثبت چند واحد تغییر عدد اکسایدش داشته؟ CuO دوباره مثبت تبدیل شده به فلز مس، یعنی از مثبت دو رسیده به صفر. خب چند واحد تغییر داشته؟ دو واحد. این دو واحد رو میدیم ضریب آلومینیوم. خب دو تا آلومینیوم سمت واکنش دهنده ها داریم، فراورده ها همیشه دو تا آلومینیوم. سه تا CuO سمت واکنش دهنده ها داریم، فراورده ها هم سه تا CuO. خب این از واکنش اول. واکنش دوم همین الان موازنش کنیم. Fe بوده تبدیل شده Fe دوباره مثبت. چند واحد تغییر عدد اکسایدش داشته؟ دو واحد. دو واحد رو میدیم ضریب CuO دوباره مثبت. CuO دوباره مثبت تبدیل شده به CuO. چند واحد تغییر عدد اکسایدش داشته؟ دو واحد بوده دیگه. پس یعنی ضریب Fe هم میشه اینجا دو. خب حالا گفتیم که ضریبشون اینجا الان مثل یه سوال دیگه دقیقاً داشتیم، ضریبشون به دو ساده میشه. همین الان میایم چیکار میکنیم؟ ضریبا رو ساده میکنیم و یک در نظر میگیریم، چون جفتشون تقسیم بر دو میشه. ضریب اف میشه یک، ضریب سی یو دوباره مثبت هم میشه یک، اف ای دوباره مثبت هم میذاریم دو، یک و سی یو هم میذاریم یک. خب معادله رو چیکار کردیم؟ موازنه کردیم. بریم سراغ ادامه حلمون. کل رو گذاشتیم ایکس، ضرب در جزء آلومینیوم شد دو، ضرب در جرم مولی آلومینیوم رو داده 27 برابر با گرمی که مصرف شده چند بوده؟ تیغه 20 گرم بوده گفته، ولی تیغه آلومینیومی 67.5 درصد پیشروی کرده. خب 67.5 صدام شد. خب 2 ضرب در 67.5 داریم دیگه. 2 ضرب در 67.5 چند میشه؟ میشه 135. خب یه دونه صفر این با صفر 100 میره. پس در کل این 10 هم بخوایم تقسیم کنیم، در کل این طرفمون سمت راستمون کلا 13.5 باقی میمونه. خب این 13.5 باز خودش با 27 ساده میشه، اینجا چند میشه؟ میشه 2. x از اینجا چند به دست میاد؟ x به دست میاد 1/4. کل رو به دست آوردیم. خب کل رو به دست آوردیم، حالا بریم سراغ الکترون مبادله شده. الکترون مبادله شده اول از همه بیاریم به دست بیاریم. سه تا CuO دوباره مثبت داشتیم، تبدیل شده به سه تا CuO. خب چند مول الکترون مبادله شده؟ 3 ضرب در 2، 6 مول الکترون مبادله شده. خب حالا ما تعداد الکترون رو بر اساس مول بنویسیم. رابطه چی بود؟ گفتیم که این الکترون مبادله شده هم دقیقاً عین یکی از بخش‌های واکنش در نظر می‌گیریم، براش کل می‌نویسیم، براش کل رابطه کل و جزء می‌نویسیم و یه جزء هم براش در نظر می‌گیریم که این جزئی که در نظر می‌گیریم تعداد الکترون مبادله شده است. الان اینجا 6 مول الکترون مبادله شده، پس ضریب الکترون رو 6 در نظر می‌گیریم. خب بریم ببینیم چند مول میشه. x مون شد چقدر؟ 1/4 ضرب در جزءش هست 6 برابر با مول الکترون. انجا مول الکترون به دست میاد 3/2 تو بخش اول. خب این برای واکنش یکمون مول الکترونش. خب بریم سراغ واکنش دوممون. مول الکترون رو به دست بیاریم، بخش معلوممون دوباره میشه تیغه افی که 20 گرم بوده. بریم برسیم به مشهولش که تعداد مول الکترون مبادله شده است. خب ببین براش کل و جزء می‌نویسیم، کلمون میشه x، کل ضرب در جزءش میشه ضریبش چند بوده؟ 1، ضرب در جرم مولی 256 داده فکر کنم آهن درسته، برابر با جرم تیغه 20 گرم. چند درصد پیشروی کرده؟ 28%. این 28 با 56 ساده میشه، اینجا میشه 2. این 2 هم باز از این طرف با این ساده میشه، میشه 10. پس x از اینجا به دست میاد چند؟ x به دست میاد 1/10. خب کل رو به دست آوردیم 1/10. حالا بریم سراغ مول الکترون مبادله شده. تعداد مول الکترون مبادله شده توی واکنش کلی 2 میشه دیگه. چرا؟ چون یه دونه CuO دوباره مثبت تبدیل شده به یه دونه CuO، یعنی CuO دوباره مثبت کلا در کل 2 تا الکترون گرفته. پس جزء الکترونمون میشه چند؟ 2. خب حالا تعداد مول رو اینجا بخوایم براش به دست بیاریم چی می‌نویسیم؟ می‌نویسیم کلمون 1/10 ضرب در جزءمون چند بود؟ 2 برابر مول الکترون مبادله شده که برابر میشه با چند؟ برابر میشه با 1/5. خب حالا نسبت چی رو خواسته بود؟ نسبت 1 رو به 2 از ما خواسته بود دیگه. خب 1مون چند شده بود؟ 3/2 به دست آورده بودیم، 2مون شد 1/5. دور در دور، نزدیک در نزدیک میشه 15/2 که برابر میشه با 7.5، یعنی نسبت الکترونای مبادله شده میشه 7.5، گزینه 2. خب اینم از آخرین سوالمون بود. امیدوارم که این ویدیو مفید براتون واقع بشه و آزمون خوبی هم بوده باشه براتون. خسته نباشید، مرسی.